الو آقای دکتر، با من هستین؟ بله با شما هستم، بفرمایید. سلام، روزتون سلام. بخیر. خواهش میکنم، روز شما هم بخیر. آقای دکتر ممنونم، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و باید بگم خیلی دوستتون دارم و آشنایی با شما یه نقطه عطفی بود تو زندگی من و واقعا چراغ های زیادی رو برام روشن کردین. خیلی ازتون ممنونم. لطفاً بفرمایید. آقای دکتر، من سوالی که دارم، یعنی دوست دارم که بدونم تشخیص شما در مورد من چیه و آیا افسردگی و اضطرابی که دارم چقدر جدیه، و اگر فرصتی بشه هم در مورد این که آیا الان صلاح میدونید که بچه بیارم یا نه، اگر فرصت بشه که اونم دوست دارم ازتون نظرتون رو بدونم. خب هم درباره خودتون به من اطلاعاتی بدید هم درباره حالتون، بفرمایید. حتما، ممنونم. اول یه اطلاعات کلی میدم، بعد حالا یه سری نکات در مورد بچگیم و دوران نوجوانیم و اینا میگم. من 38 سالمه، الان متأهل هستم، 12 ساله که ازدواج کردم و خودم فرزند دوم هستم، با برادرم 1 سال که از من بزرگتر 1 سال و 6 ماه فاصله سنی دارم و با خواهرم که از من کوچیکتره 10 سال فاصله سنی داریم. بعد در حال حاضر توی هلند زندگی می کنم. 6 سال پیش از ایران مهاجرت کردیم و اول اومدیم فرانسه با همسرم، یعنی اومدیم فرانسه، 2.5 سال توی فرانسه بودیم و بعد الان 3.5 سال که توی هلند هستیم. من در حال حاضر توی هلند مشغول انجام دوره دکترا هستم، یعنی با ورودم به هلند دوره دکترام شروع شد و دکترای چی عزیز؟ بله، دکترای مهندسی پزشکی هستم و به یه جورایی هم مرتبطه به نوروساینس و اینا. بعد همسرتون چی؟ همسرم ایشون دوران پی‌اچ‌دی‌شون رو تموم کردن و در حال حاضر مشغول انجام پست دکترا هستن. ولی چند سالشون؟ اونم صحبت میکنم. ایشون 2 سال از من بزرگترن، 2.5 سال و 40 سال بوده ای هستن. فرزند دارید یا ندارید؟ نه آقای دکتر، فرزند نداریم. 12 سال ازدواج کردید، شما به 38 رسیدید. متاسفانه آقای دکتر، فرزند شما واسه درباره افسردگی و اضطراب صحبت کنید یا درباره تنبلی و خوابالودگی؟ دقیقا آقای دکتر، یه مشکلی هم که دارم فکر می‌کنم ما باید تنبل هستیم. حالا اگر اجازه بدیم من یکم بگم که ببینید که اشکال از کجا بوده و بفرمایید. ممنون میشم. آقای دکتر، حقیقتش من همین با آشنایی با شما و صحبت کردن با شما، ببخشید گوش دادم به صحبت‌های شما، متوجه شدم که همون آسیبی که میگین که وقت فاصله بین بچه‌ها زیاد باشه، یعنی من اون حالت مادری رو برای خواهرم انجام دادم و اون مسئولیت بود، مثلا خب خیلی وقت مسئولیت خواهرم به من سپرده میشد و من یادم خیلی اون بر من سنگین بود و یادم یه بار از دستم افتاد خواهرم، مثلا وقتی بغلش کردم و اون خیلی رو تاثیر گذاشت، موقع خیلی گریه میکردم. یا اینکه مثلا یه بار یادم من بهش قضا میدادم و قضا ماهی بود، یه جوری که تیغ ماهی تو گلوی خواهرم موند و بعد شروع کرد خیلی ببخشید خون استفراغ کردم و اونم خیلی روم تاثیر گذاشت و الان که فکر میکنم میبینم که خب اینا خیلی برمان. ببینید عزیز صبر کنید، هر دو مورد مسئله روی من تاثیر گذاشت نیست، بم تو وجود شما منفجر کرد، نارنجک منفجر. اینه که من این همه التماس میکنم به پدر و مادرم که هرگز مسئولیت بچه های کوچکتر رو به بزرگترات رو برای 1 دقیقه ندی. فاصله 10 ساله شما معلومه چی بوده، انتظار دارن این دختر 12-13-14 ساله از بچه 2-3-4 ساله مراقبت کنی، اونم در نهایت کمدانی با توجه به پراکندگی ذهن و بعدم حوادث و اتفاقاتی که زیر دست پدر و مادر آگاه و دانا برای بچه ها میفته، چه رسه به یه دختر بچه که بخواد چنین کنن. میفهمم، نه اینا مسائل بسیار عمیق و سنگین عزیز، درست مثل یه انفجار دست شما رو قطع کرده انداخته دور. اینا موضوعی واقعا پست تروماتیک استرس دیسوردره،
اینا مسائل نیست. شما فکر کنید که ماهی به خواهرتون دادید، اون تیغ داشته، او حالش بد شده، همینقدر که از دهنش یک قطره خون بیرون بیاد زندگی شما به هم ریخته است. یعنی خیلی راحت تر شما میتونید فکر کنید مثلا یه قاتلید، میدونید، تا اینکه تصور کنید که خب یه تیغ ماهی تو گلوی اون گیر کرد که هر آدمی ممکنه همچه اتفاق بیفته. بگذاریم از این که من تعجب میکنم که چرا باید به بچه و بعدم ماهی که میتونه تیغ داشته باشه پنهانم باشه برای که دیده نمیشه با توجه به اون گونه که هست، اصلا باید به شما داده بشه که به خواهرتون بدید یا اصلا توی همچی خونه این گونه فراهم بشه. بگذاریم از اون، چون اینا موضوعی مهم اساسی هم. بنابراین تکلیف جایگاه شما و اینکه شما با وجود امکاناتی که داشتید بچه دار نشدید میشه فهمید. از شما مادری و مادر بزرگی رو در نهایت وحشت و ناراحتی پشت سر گذاشتید و بنابراین به این نتیجه رسیدید آگاه و ناآگاه، به ویژه ناآگاه از نظر احساسی و اعتقادی، که بچه جز بمب و انفجار چیز دیگری نیست. الان تعجب نمی کنم که بچه دار نشدی، به تنبلی و اینا که شوخی بود، کاملا معلومه که از کجا میاد. و دلم میخواد دوستانی رو بدونن روزی که ما بچه ها رو مأمور مراقبت از بچه ها میکنیم به هر دلیل و بهانه که اصلا معنایی نداره، هم به بچه بزرگ آسیب سنگین میزنیم، هم به بچه کوچک که زیر دست یک کسی که نادان و ناتوانه و مسئولیتی هم نداره و خودش رو مسئول و مقصر همه چیز میدونه، به هر دو زدیم. به هر حال اون تیکه معلوم شد که چه خبره عزیز، میگفتید. ممنون آقای دکتر، دقیقا همینطوری که میفرمایید. من در مورد پدر مادرم باید بگم که پدر مادر من خیلی مضطرب و خیلی وسواسی و خیلی کنترلگر و زندگی آشفته ای داشتیم. دوران بچگی اصلا خوبی نداشتیم، یعنی من اصلا چیز خوبی از دوران بچگی میادم نمیاد. و همین تو بین یعنی اعضای خانواده مادرم و پدرم هم وسواس و افسردگی دیده میشد. حالا اگر بیماری های دیگه بود حالا خیلی واضح نبود یا تشخیص درستی داده نمیشد، ولی وسواس به خصوص مثلا روی این که مثلا چی نجسه چی پاکه و اینا خیلی بود. و اینم بگم که یه بک‌گراند مذهبی و متعصب شدیدی هم داشتن خانوادمون. بعد از حالا نکاتی که شاید دو سه تا نکته هست که در مورد بچگیم یه مقدار حائز اهمیت بوده. من آقای دکتر کلاستروفوبیک هستم و وقتی توی محل‌های دربسته قرار می‌گیرم خیلی حالم بد میشه، به خصوص اگر توی آسانسور گیر کنم یا اینجور جاها. و بعد یه بار گوش دادم به صحبت‌های شما، دیدم که به یه خانمی میگین که احتمالاً در دوران بچگی توی جایی گیر کردین یا افتادین، و بعد به اصرار از مادرم پرسیدم که آیا همچین اتفاقی بر من افتاده دوران بچگیم، و با کلی اصرار و اینا گفتن که بله، انگار که یه چاهی بوده، مثلا حالا دقیقا چه چاهی بوده نگفتن، ولی انگار یه جای تاریکی بوده که من میافتم توش و حالا انگار آتش نشانی میاسن نجات میده. حالا اینکه مثلا این ضربه خورده به سرم یا اینکه چه جوری بوده نمیدونم، ولی این حالتی که از محیط‌های بسته یا از محیط‌های که جمعیت یه دفعه زیاد میشه و احساس کنم راه خروجی ندارم، خیلی مضطرب و آشفته میشم توش. این یه مشکلی که داشتم. ببینید همینجا بیستید، ببینید این ماجرای اگوروفوبیا، کلاستروفوبیا، اینا مسائل بسیار جدی است. یعنی به مجردی که شما احساس کنید راه فرار بسته هست، به یک باره کل سیستم به هم میریزه. به همینجاست که احتمالاً کسی مثل شما حتی سوار اتومبیل های دو دری که باید برید عقب بشینید بهتون احساس خوبی نمیده. یعنی فکر خوب من و یا فرض بفرمایید حتی توی یه ون اگر بشینید چهار ردیف پنج ردیف اون ته نشستن احساس بدی میکنید، بعد فکر کنید مثلا این ذره پنجره را اگر پایین بدید که هوای بیاد میتونه کمک کنه. متوجه هستم عزیز، این همون چیزی دقیقا هم میخیم بگه آقای دکتر. یعنی ممنونم ازتون که گفتین. یا حتی اخیرا توی هواپیما، خب بعد هواپیما خیلی کوچک هستن و طول میکشه تا در هواپیما رو باز کنن، یعنی خیلی نزدیک بود به اون حمله
عصبی بهم دست داده و خیلی آشفته شده بودم که چرا در هواپیما رو باز نمی کنن و اولا با هواپیمای کوچک این ورانور نرید، چون هواپیمای بزرگ احساسی دارید، و دوم اینکه یه قرص آرام بخشی با خودتون داشته باشید، چه در آغازش قبل از اینکه برید یا چه نزدیک به پایان، برای که برخی از اوقات تازه وقتی در هواپیما باز میشه یا قرار باز بشه مردم راه میفتن، راه خروج ظاهرا بسته است، یعنی اگر شما بخواید رد بشید که اجازه رد شدن بهتون نمیدن، و همینقدر که شما احساس کنید درهای به اصطلاح فرار نیمه بازه، مسئله پیدا میکنید. یعنی که پرس کنید قبل از اینکه هواپیما نیم ساعت قبل از اینکه بشینه یه قرص آرام بخش میتونید از دکتر بگیرید، برای اینکه وقتی اون حال پیدا میشه کافیست مثلا پرس کنید تا نمیدونم پلکان رو بیارند یا مثلا نوبت این هواپیما بشه 10 دقیقه طول بکشه، اون 10 دقیقه آسیبی که به شما میزنه 1000 برابر یه قرص آرام بخشه. یعنی مبادا کسی به شما بی قرص میخوری، یعنی اون بعدم حسن کار اینه که عزیز بعد از اینکه 20 دفعه 30 دفعه این کار کردید بار 31 مینید احتیاج ندارید ناراحت هم نمیشید از اینکه مدتی منتظر بشه تا در باز بشه. یعنی میخوام به شما بگم حسن این که من در یه شرایطی قرار میگیرم که سخته ولی آرام هستم، حتی به خاطر دارو در جهت بهبود شما کمک میکنه، و بنابراین بعد از این مدتی متوجه میشید که کسی که قبلا نگران این موضوع بود یا حواستون به این موضوع بود اصلا متوجه نیستید، اهمیتم به این مسئله نمیدید. ممنون آقای دکتر، من حتما این قرص آرام بخش رو به دکترم میگم برام بنویسه و همراهم خواهم داشت. از چیزهای دیگه ای که از دوران کودکی، یعنی دوران تحصیلم یادم میاد، اینی که خب حالا از خانواده اونقدر توجه و محبتی که دریافت نمی کردم و یه جوری مثلا تو مدرسه فهمیدم که اگه خوب درس بخونم یا خوب جواب بدم و اینا باعث میشه که مثلا توجه معلم ها و اینا به سمت من جلب بشه، و از اون موقع خیلی درس خون شدم و خیلی نمره های خوبی میگرفتم و خیلی یعنی تاپ استودنت بودم همیشه، این خیلی برام مهم بود. و حالا شاید یکی از چیزایی که میدونم منفیه، مثلا دوران دبیرستان یادمه که مثلا این شاگرد اول بودنه خیلی برام مهم بود، یعنی حتی اگه شده نمرم پایین باشه مهم نبود، فقط اینکه مثلا بالاترین نمره باشه مهم بود خیلی، و این حس رقابت و اینا خیلی در من شدید بود. بعد که دوران تحصیلم دبیرستانم گذشت و وارد دانشگاه شدم و خوب بود، اون رشته‌ای که می‌خواستم بود و همچنان فوق لیسانسم رو خوندم، و بعد از دوران فوق لیسانسم با همسرم آشنا شدم اونجا که ایشون هم تو همون دانشگاه بودن، و بعد که فارغ التحصیل شدم یه مدت که تقریبا میشد در سن 26 سالگی یعنی یه سال بعد از آشناییم با همسرم با هم ازدواج کردیم، و موقع دیگه من دیگه مشغول کار شدم، خیلی رغبتی به خوندن دکترا نداشتم، و دلیلش هم این بود که حالا چون هم باید کار میکردم اونجوری، هم باید خرج زندگیمو میزدم، یعنی کار میکردم، و همین که هم حس میکردم مهندس پزشکی خب خیلی رشته جا افتاده نیست توی ایران و اینا، و حالا شدم تنبلی هرچی، ولی خب ادامه ندادم. ولی همسرم که رشتهشون مهندسی برق بود ادامه دادن، البته 2 سال سربازی رفتن و بعد ادامه دادن و یعنی دوران پی‌اچ‌دی‌شون رو توی ایران شروع کردن. بعد دوران سال فکر میکنم دوم پی‌اچ‌دی همسرم بود و من فکر میکنم 31 سالم بود که ما گفتیم که همیشه همسرم دوست داشت که یه دوره تحصیلی توی خارج بتونه مثلا بره و محیط تحصیلی خارج رو هم تجربه کنه، ولی خب فرصتش پیش نمی آمد یا مثلا اپلای که می کرد خیلی جوابای مثلا خیلی خاصی نمی گرفت و اینا، که دیگه تقریبا یه جورایی تصمیم گرفت که مثلا پیشش که توی ایران تموم کرد و بعد استاد دانشگاه شد و اینا، حالا اگر بشه مثلا فرصت مطالعاتی چیزی بعدن بریم خارج. بعد من که سنم تقریبا 30-31 سال بود دیگه اون موقع گفتیم خیلی خوب دیگه حالا وقت بچه دار شدنه و زندگیمون رو یکم خانوادهمون رو بزرگ کنیم. اون موقع من نمیدونم 3 ماهه باردار بودم که یه میسکرج شد، یعنی نمیدونم دلیلش چیه، یعنی بعد که به دکترم گفتم گفتش که اتفاق میفته و طبیعیه و نباید خیلی پیگیرش باشی و اینا. ما دیگه خیلی پیگیرش نبودیم، ولی سال بعدش همسرم تونست یه فرصت مطالعاتی که توی دوران پی‌اچ‌دی به بعضی از دانشجوها داده میشه
بگیره و ما اپلای و بیایم سمت فرانسه. همین داستان مهاجرتمون به فرانسه بود که بگم اینجا هم دقیقا همین فرمایش متین شما که میفرمایین اگه تو اون سن هستین بچه هاتون رو بیارین و اینا، چون بعدش دیگه بعد اگه میخواین فکر مهاجرت باشین که خیلی فرمایش درستیه، چون ما دقیقا 5-6 سال که درگیر درس و همین که جا بیفتیم تو این محلی که هستیم و الان هم دیگه تقریبا مردد شدیم در مورد این که آیا تصمیم درستیه کلن یا نه. ولی بعد از اون ما به فرانسه مهاجرت کردیم. وقتی که به فرانسه مهاجرت کردیم بعدش من خب دیگه گفتم بذار دوباره برم یه مستر دوباره بگیرم که هم آپدیت شده باشه اطلاعاتم و هم این که بعد ببینم حالا یا سرکار برم یا پی‌اچ‌دی بخونم یه کاری بکنم دیگه. اونجا یه مسترای یه ساله بود تو فرانسه، من تو اون پروگرام شرکت کردم و یه سال مسترم گرفتم، این دومی مسترم از اونجا گرفتم و بعدش به مدت 6 ماه تو اون لبی که اونجا بود مشغول به کار شدم که از من هم خواستن که دوران پی‌اچ‌دی رو اونجا شروع کنم. ولی حقیقتش این بود که همسرم باز برمیگشت ایران و از پایان‌نامه‌اش دفاع میکرد و من هم فرانسه هم یعنی کشور نسبتاً پرهزینه‌ای بود برامون و من همجور که اپلای کردم دانشگاه هلند یکی از دانشگاه خیلی خوبش من پذیرش داد و ما دیگه گفتیم خب مثلا بیا موف کنیم به سمت هلند، چون اصراری برای موندن تو فرانسه نداشتیم، نه اونقدر زبانشون یاد گرفته بودیم نه اونقدر دایره دوستانی پیدا کرده بودیم و این شد که به سمت هلند اومدیم و اینجا با شروع دوران پی‌اچ‌دی‌م که مصادف شد مهاجرتمون به سمت هلند دیگه از زندگی اینجا تقریبا راضی هستیم و به سمت جلو حرکت کرد. و البته اینو بگم همسر من رفت وقتی که البته وارد جزئیات نشید چون شنوندگان یه مقدار ممکنه بکنه اینا موضوع جزئی زندگیتونه اهمیتی چنان نداره. بریم سراغ اون بحثی که مورد نظرتونه جان. الان آقای دکتر من الان توی از یعنی حال الانم اگه بخوام توصیف کنم این که من از شرایطی که دارم نسبتاً راضی هستم، یعنی از کارم دوست دارم و به من گفتن که برای دوران پست دکترا میتونم تا همین بیمارستان بمونم و اینکه نسبتاً درآمد خوبی داریم و یعنی مشکل خاصی تو زندگیمون نیست. منتها این که من خودم همین حالت مضطرب بودن رو درون خودم کامل دارم، یعنی حس میکنم این از بچگی تو موند و درمان نشد هیچ وقت، من جدی بهش نپرداختم و الان بعد از اینکه با شما آشنا شدم دیدم که نه من واقعا آدم مضطربی هستم. یعنی مثلا اگر من تماس بگیرم با خانوادم تو ایران و جواب ندن، مثلا همشون یه دفعه جواب ندن، یه دفعه خیلی مضطرب میشم. یا همین که مثلا یعنی یک مرتبه اگر... دنیای علم و عقل و واقعیت از پنجره میپره بیرون، یعنی شما یه دفعه به جای 38 ساله تبدیل میشید به دختر بچه 3 ساله که حالا مامانش نیست پس حتما مامانش رو دزدیدن بردن و یه دم دارن نشستن دارن میخورنش. ببین از این خب قرار بوده کاری نه همه مردن نه میدونم نه ولی آخه داستان این است که شما قرار بوده برای خودتون یه کاری بکنی. شما ببینید اشکال کار حرفاتون درست بود در این مسیر که افتادید، بعدم خب یه زمینه توصیفی هم دارید ولی اینو کار دستتون میده. ببینید عزیز اصلا این جمله رو از بس تکرار کردم، شایع ترین بیماری جهان استراب برای مردمان تحصیل کرده، استراب و استرس ساده ترین بیماری قابل معالجه هم استراب. تموم شد. بنابراین شما باید ببینید مسئله رو حل کنید. این مسئله حالا در مورد آنچه که شما به عنوان کلاستروفوبیا و مواردی از این قبیل میشناسید یه داروست که در اون لحظه کمک میکنه، ولی یه جنرالایز انگزایتی استراب عمومی دارید، بعد با توجه به حرفاتون و شرایطی که درش بودید که خیلی عادیه نوراتیک انگزایتی دارید، یعنی استراب عصبی دارید. اون انتظار استراب عصبی است که ماجرای مرگ و زندگی رو و لذت و درد رو برای شما همراه میکنه که برمیگرده به آنچه که در زندگیتون اتفاق افتاده. ولی با یه روانشناس خوب بدون که حتی احتیاج شاید به دارو داشته باشید، چون من علامتی از افسردگی و استراب به گونه‌ای که دارو درمانی احتیاج داشته باشه نمی‌دونم، ولی یک سطح آگاهیتون رو باید ببرید بالا، نه به خاطر سیدی های من، سیدی استراب و افسردگی و استرس و خشم و عصبانیت رو باید یک بار شاید بعد از اینکه به همین ترتیبی کردم استراب استرس افسردگی خشم 2 دفعه بشنوید. علتش هم آگاهی و آشنایی و تسلطتون به موضوع که اون براتون خیلی مهمه، شنیدن تموم میشه میره.
بر مبنای اون بعدا میتونید یه تصمیماتی رو بگیرید و مورد خاصی رو بهش توجه بکنید، از جمله اتفاقاتی که به نظر من به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه نوع وحشت بعد از حادثه است که مثل یه سوراخ یه میخه مثلا تو دست و پای شما، که اینا بدن بقیهش درگیر نیست، فقط اونو باید درش آورد و یه مرهمی روش گذاشت. بنابراین با یه کسی کار کردن میتونه اون مشکل رو حل کنه. بنابراین اگر در جهت اضطراب و افسردگی که هدف اولتون بود مورد نظرتون بود با هم صحبت کردیم، اگر مطلب دیگری از غیر از اضطراب و افسردگی توضیح دادم در خصوص بچه‌ام، من توصیه‌ام این است که با هم مشورت کنید. هنوز دیر نشده برای داشتن دو تا فرزند با توجه به امکاناتی که هست. اگر با توجه به شرایطتون هماهنگی داره، اینکه تمام عمرتون شما با این فرض زندگی کنید که ما به این دنیا اومدیم که دانش آموز باشیم و دانشجو باشیم و بعد همینجوری دنبال تحصیل و کار بریم و این همه زندگی اشتباهه. ما درس میخونیم، کار میکنیم، دانشجو هستیم برای که خوب زندگی کنیم. ما نمیایم زندگی کنیم برای که دانشجو باشیم. بنابراین این روند وارونه ای که همون استراب و استرس رو هم موجب میشه رو امیدوارم بتونید بهش توجه کنید. شما ما نمیدیم به این دنیا کتابای کتابخونه رو تو مغزمون بریزیم، همچین نیتی هدفی خیلی خالی و بی‌معنی است. ما اومدیم که مفید باشیم، مولد باشیم به دلیل رفع نیازهای خودمون و دیگران، و این با روزی 8 ساعت کار انجام میشه. زندگی هم 8 ساعتش هم طبیعت ما رو به خواب و بقیه چیزا وادار میکنه، 8 ساعتش هم باید زندگی کنیم. شما تا به حال کمی زندگی کردید و تمام مدت در اون تلاش همراه با رقابتی که خودتون اشاره کردید که خیلی عادی و معمولی برای افراد باهوشه، تا اینجا پیش اومدید. بنابراین توصیه من بهتون این است که یه گفتگویی با همسرتون داشته باشید. اگر مایل هستید میتونید دو تا فرزند رو با فاصله کم 20 ماه بیارید، مخصوصا اگر از نظر پزشکی اشکالی نداشته باشید. اگر به هر حال نمیخواید یا نشد، خب موضوع دیگری است. حالا اگر فکر میکنید حرف دیگری هست که مهمه، من به شما یه فرصت دیگه بدم. و الان من چون یه وقت کمی دارم، یعنی 15-18 دقیقه، شاید بتونم با دوست دیگری هم گفتگوی داشته باشم. انتخاب شماست. آقای دکتر ممنونم ازتون. من فقط میخواستم بدونم که چون من همیشه از شما میشنوم که میفرمایین باید خب بچه مثلا مادر بالا سرش باشه و این که مثلا حالا نه اونا من میدونم خب چی مشکلتون چیه؟ شما میخواید با سرز برید درس بخونید تا کار بکنید؟ نه نه آقای دکتر، بحث اینی که من الان اینجا یه جور شده که اقامتم، یعنی ما میخواییم باید که 5 سال اینجا بمونیم تا بتونیم اقامت اینجا رو بگیم، اقامت دائم، و این 5 سال از من شروع شده، یعنی اینی که فایل شده از من، و من لازم دارم که یه سال دیگه حداقل کار کنم تا اینکه یه سال و نیم تقریبا که این در واقع اقامتمون رو بتونیم بگیریم. اگه من بخوام توی فاصله کار نه کنم نه نه سر به سر من نگذارید ازم. من میخواید با اطلاعات خودتون منو بگید بچه نمیخوام، منم حرفی ندارم. نه نه ازم خود ازم میتونه در حالی که کار میکنه حاملا باشه بچه دارم بشه. خب آخه مترنیتی لیو اینجا آقای دکتر 4 ماه همش. خب من چیکار کنم بعدش؟ بعدش میگید 6 ماه میخوام بگیرم، آخرش این که بیرون تو میکنم، بعد که اومدید بیرون یه جای دیگه استخدام میشید. عزیزم مشخصه، مخارج مشخصه که به خاطر ویژگی روانی اصلا نظر من نمیخواید بچه داشت باشید. خب نداشت باشید، شما مادر بزرگیتون هم کردید، ولی سر به سر من نگذارید. اصلا ارتباط به امکانات نداره. شما امکانات و شرایط و وضعیتون از 99% مردم دنیا هنوز بهتره. تمام، مواظب خودتون باش. دستتون درد نکنه آقای دکتر. معلومه دستم درد نمیکنه، میزدم درد میکرد.